بیننده های عزیز خوش آمدین به ادامه یه برنامه عصر علیوا. مهمان داریم جناب آقای عبدالله مؤمنی، فعال اجتماعی و فرهنگی در برنامه عصر علیوا با ما هستن. میخواییم در ارتباط به نقش مطالعه و اهمیت مطالعه و همچنان استفاده از فرصت های زمستانی و کتابخانی در این فصل صحبت های جناب مؤمنی سایبر با خود داشته باشیم. خیلی خوش آمدین و برنامه سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، تشکر از شما و برنامه های مفیدی که برای بینندگان تهیه میکنن و انشاءالله که این برنامه هم مفید واقع بشه. بسیار تشکر، جهان سپاس از حضور شما در برنامه. جناب مؤمنی صاحب، از اونجایی که هر انسان برای از اینکه بتونه به حال در کنار تغذیه جسمانی تغذیه روحی داشته باشه باید مطالعه بکنه، میخواییم در ارتباط به مطالعه ابتدا صحبت شما رو داشته باشیم و همچنان بعدا میپردازیم به اهمیت مطالعه. راجع به اهمیت مطالعه و ارزش مطالعه تقریبا همه مردم ما آگاهی دارن و چیزای شنیدن، چیزای خواندن و میفهمن، اما در قسمت به عمل کرد با آن یا عمل با آن بله. او دیگه باز هر ملت ظاهری و مشخصه که چقدر عمل عامل بوده به مطالعه و کتاب. ملت هایی که آرامن و آسایش دارن، آرامش دارن، معلومه که بیشتر خواندن. ما که ناآرامیم معلومه کمتر مطالعه کردیم و دقت کردیم به چیزی که میفهمیم. ما از جمله ملت هایی هستیم، ما امتی هستیم که معجزه دین ما، معجزه پیامبر ما کتابه. بله. ما مطالعه در نزد امت اسلامی و در نزد مسلمان ها بیشتر اهمیت داده شده و در بخاطر اینکه معجزه دین ما کتاب است. بنابراین کتاب و مطالعه ضمنی که لحاظ دنیایی به ما مفید است، لحاظ اعتقادی هم بسیار نقش داره در زندگی ما مسلمان ها. دقیقا بله، همون قسمی شما در ابتدا صحبت بسیار خوب اشاره کردین در قسمت عمل کرد. امکان داره همیشه وقت ما در صحبت خود بگیم که مطالعه خیلی خوبه، میتونه ما را از بسیاری از چالش ها و مشکلات زندگی نجات بده، ولی در عمل کرد متاسفانه خیلی کم ما توجه کردیم و عمل کردیم و انشاءالله امیدوارم که از این بعد حتی به اندازه یک نکته، به اندازه یک جمله هم ما بتونیم و اون چیزی که میخوانیم عمل بکنیم انشاءالله. دقیقا جناب مؤمنی صاحب گرامی، فصل زمستان و اکثرا فرصت های زیادتر دارن دوستان و دانش آموزان عزیز که بتونن استفاده بکنن. فکر میکنید چقدر میتونه خوب باشه و مفید باشه این فرصت برای از اونها تا که در کنار درس های تعلیمی و تحصیلی مطالعات بیرونی داشته باشن؟ اصلا مطالعه که مثل اکسیژن، تنفس اکسیژن و مثل تغذیه و غذا خوردن است. بله. به زمستان و تابستان کار نداره. دقیقا. به خاطر همین که از جمله ضروریات بشر فعلی هست، باید مطالعه و کتاب هم همونطور مثل که ما غذا میخوریم 3 وقت یا 4 وقت یا 5 وقت، 5 وعده غذایی داریم بله. و 3 وعده غذایی داریم که 3 وعده اصلی صبح و چاشت و شامه، باید ما همچنین چند وعده برای خوراک ذهنی داشته باشیم برای کتاب. بنابراین تابستان و زمستان فرق نمیکنه، کتاب باید جز زندگی ما باشه. ولی در زمستان خوبی است که فرصت بیشتر ما به خانه میگذرانه، یعنی که روزا کوتاه است، ما کمتر به بیرون هستیم، فرصت بیشتر ما به خانه سپری میکنیم و برای استراحت هم فرصت زیادتر داریم. به خاطر همین قضیه علما و عرفا توصیه میکنن که در این فرصت بیشتر به مسائل معنوی بپردازیم. و خیلی وقتا میبینیم خیلی از دوستان که حتی بعض وقتا نمازهای صبح نقضا میشه ولی در زمستان تهجد هم میتونن بخونن چون فرصت دارن. بنابراین عبادت از کتاب خواندن ما بالاتر نداریم. خیلی خوب است که در زمستان ها از کتاب استفاده بشه و دوستا این جزء برنامه های حتمی شبانه خواه قرار بدن، مطالعه بخصوص در سحرگاهان. و همچنین یک از کارهایی که در گذشته ها فضای مجازی و رسانه‌ای نبود، جمع شدن کتاب می‌خوندن دور هم دیگر، خانواده ها در زمستان به پله کرسی می‌شستن و کتاب
حضرت حافظ رو میخوندن، بله. کتاب حضرت مولانا مثنوی بدوی رو میخوندن. برای خوب است که حالا هم کتاب ها زیادتر شده، دور هم جمع بشن خانواده و عمومی مطالعه کنن و خصوصی مطالعه کنن، بسیار خوب است. زمستان و یک دیگه از چیزهایی که در زمستان خوب است و شما اشاره کردین این است که مصروفیت های روزانه معسلین و دانش آموزان هم در واقع تعطیل است، رخصت هستند. برای بسیار کار خوبی است که در عزیز زمستان استفاده کرده، حداقل 5 تا 10 جلد کتاب را به برنامه زمستانی قرار بدن. ما در اوایل فصل زمستان قرار داریم، ان شاء الله این زمستان زمستان کتابخانی بشه که با بطور آخر سال هر نفر 10 جلد کتاب بخونه ان شاء الله. دقیقاً ان شاء الله. و اینکه هم قسمی که شما اشاره کردین تبدیل به یک فرهنگ بشه، اگر فقط تعداد محدودی استفاده میکنن چقدر خوبه که همگانی بشه و اکثرا بتونیم از این فرصت خوبی که در اختیار ما هست استفاده بکنیم. جناب مومنی صاحب گرامی، سوالی که امکان داره اکثرا دوستانی که تازه شروع به مطالعه و کتابخوانی کردن و شما هم زیاد شنیده باشید، زمانی که مطالعه میکنیم چیزی که خواندیم بعد از 10 دقیقه تا به یاد ما نیست که چی خواندیم، دلیل از این چیست و آیا همین روال را ادامه بدن یا خیر باید امو مطالعه ای که دارن حداقل چیزی خاطر نشان بشه و از اونا نکته با نکته رو حفظ بکنن؟ در ارتباط با این فرمایش شما یک غزل عمومیه که به همه ما انسان ها ارتباط میگیره، تمام به مردم ما نیست، به تمام جای دنیا این موضوع هست و این مسائل لحاظ علمی به دیگه جای دنیا به بس گرفته شده و در این ارتباط کتاب ها نوشته شده. به زبان فارسی هم ما و شما کتاب های داریم که از زبان خارجی ترجمه شده، حتی بعضی دوستا از خود افغان های ما و شما در این ارتباط کتاب های دارن، روش مطالعه و روش درس خواندن، روش تقویت حافظه در این ارتباط کتاب های موجود است. ولی متاسفانه یک چیزی که ما در جامعه خود کمبود داریم در جامعه افغانستان به خصوص هرات، در ارتباط با روش مطالعه و روش درس خواندن و روش بهتر استفاده کردن از فرصت، در این ارتباط ما متاسفانه آموزشگاه نداریم. در ارتباط با تمام زبان‌ها به خصوص انگلیسی بسیار زیاد کورس‌های انگلیسی شده و نام‌های مختلف، صدها و هزاران جوان ما و شما مصروف خواندن هستند. ولی چگونه خواندن یک روش است که باید در این ارتباط هم فکری بشه. اگر آموزشگاه باز بشه که روش چگونه مطالعه کردن و چگونه درس خواندن را یاد بدن، را میانبر به دست محصلین بیاید، یعنی با فرصت کم میتونن استفاده بیشتر ببرن از فرصت و با فرصت کم کتاب بیشتر بخونن، حتی مطالعه روش های داره. من به این نظرم دوستانی که اهل مطالعه هستن قبل از اینکه به مطالعه رو میارن اول باید کتاب روش مطالعه رو بگیرن، چون قانون مطالعه سو قانون داره. وقتی که روش مطالعه کسی یاد بگیره، ما به حتی به ایران که ما رفت آمد زیادتر داره، ولایت ما و شما هرات به ایران هم مرز است، اکثر اشاری ها به ایران رفت آمد دارن، اونا به هر جا که به بازارها سر میخورن میان نوشته آموزشگاه تندخوانی، آموزشگاه روش مطالعه. مثلا آموزشگاه تندخوانی نصرت یک جمله آموزشگاه بسیار قدیمی و مشهور تهرانه که فقط او تنها چیزی که آموزش میده روش مطالعه و روش خواندنه. حتی اینقدر در فرصت صرفه‌جویی میشه که یک کتاب تا به یک ساعت حتی تقلیل میدن، یک کتاب مثلا 100-150 صفحه طوری تنظیم میکنن و طوری آموزش میدن که طرف بتونه به یک ساعت مطالعه کنه و از او استفاده علمی هم بکنه. بنابراین او یک علم است، یک فرمول داره که بعد از او استفاده بشه. انشاءالله امیدوارم که در زودی دوستان رو به فکر بشن و آموزشگاه های در ارتباط تأسیس بشه و بتونن جوان ها از وقت خوب بیشتر استفاده کنن. اما در ارتباط با این سوال شما عرض کنم که ذهن انسان لحاظ علمی طوری که در کتب علمی نوشته شده و من گذرا این پروسه مطالعه کردم و چون کارم فروش کتاب است در ارتباط معلومات جانبی پیدا کردم، این است که معلومات وقتی که
کسی مطالعه میکنه دستبندی میشه به ذهن به صورت دستبندی سپرده میشه. شاید مثلا بعد از مطالعه ما اگر فکر کنید چیزی به ذهن ما نموره، ولی وقتی که باز به جای همون مطلب لازم بشه و در ارتباط به اون موضوع صحبتی بشه، ذهن او قضیه باز ارائه میکنه و دوستان میتونن از اون مطالب که قبلا استفاده کردن استفاده کنن و اونجا طرح کنن و مورد استفاده عموم قرار بگیره. برای جای نگرانی نیست، نمیتونه یه نگرانی باشه که از کتاب میخونه فراموش میکنه. او فراموش کلی نمیشه، او به یک جایی که لازم است او ذخیره میشه و مفید واقع میشه در زندگی انسان. دقیقاً. انشالله امیدوارم که این بس باعث ناامیدی دوستانه که علی کتاب نشه. دقیقاً. بله مرسیم که شما اشاره کردین. چقدر خوبه که حداقل قبل از مطالعه سایر کتاب ها یک کتاب روش مطالعه بخوانیم و ببینیم که چگونه راه و روش مطالعه است، تا که انشالله در کتب بعدی با مشکل برنخوریم. و موضوع بعدی، دوستانی که مطالعه شروع میکنن ابتدا میرن به کتابهای خیلی ثقیل، کتابهای با حجم بالا، و بعد از مطالعه یک فصل یا هم نیم فصل دیگه اصلا رها میکنن دنبال مطالعه. آیا ای روش خوبی است جناب مؤمنی صاحب یا خیر؟ این متاسفانه روش نه تنها که خوبی نیست که خیلی روش بدی است متاسفانه، چون دوستانی که راهنمایی میشن، یعنی راهنما در ارتباط اشتباه میکنه، کسی که راهنمایی میکنه به کتاب خواندن، استاد شاگرد خور یا معلم شاگرد خور یا برادر خورد خور راهنمایی میکنه، این راهنمایی غلط باعث دلزدگی جوانان یا اهل مطالعه از کتاب بشه و این کار باید نشه. به این معنا که باید کسی به کتاب راهنمایی کنه، کسی دیگری که خودش معلومات کافی داشته باشه و کتاب‌های مورد ضرورت مقتضای سن و معلومات طرف باید وجود داده باشه، تا اون نفر با کتاب انس بگیره و از کتاب دور نشه و با کتاب در تضاد قرار نگیره. اگر یک وقت ما کتاب‌های از سطح فهم یک کس بالاتر وجود توصیه میکنیم، اون شخص متاسفانه دلزده میشه و کتاب از کتاب دور بشه، به جایی که با کتاب انس بگیره و با کتاب زندگی کنه از کتاب دور بشه. بنابراین باید دوستان کتابای مورد ضرورتی که مطابقت با ذهن و توان ذهنی رو باشه باید مطالعه کنن. او هم در ارتباط به این موضوع که عرض کردم در روش مطالعه او هم گنجانده شده، یعنی او هم جز مسائل روش خواندن است که در کتابای روش مطالعه در ارتباط چیزای صحبت شده. حتی بعضی وقتا طرف یک کسی میخواد مثلا ریاضیات بگیره یا مثلا کتاب کیمیا یاد بگیره ولی علاقه نداره، بعد امتحان بده، شاگرد مکتب است، بعد بخونه، بعد معلومات بگیره. در همون ارتباط هم حتی باز فرمول های هست که طرف چقدر به چی شکل میتونه علاقمند بشه به موضوعی که علاقه نداره. بنابراین باید خیلی علمی با تدبیر این مسائل مطالعه، بسیار با تدبیر، چون بگر اگر بخواید که کسی رو بکوبید از اون بد دفاع کنه، اگر شما بخواید کتاب را از جامعه دور کنید بعد کتابای ثقیل با آدمای ناتوانتر یا ضعیفتر بدن که کتاب به حساب مطابق میلش نباشه و طرف از کتاب دور بشه. دقیقاً. و همون قسمی که شما اشاره کردین، حتی اکثر دوستان ما میل و علاقه و اشتیاق به مطالعه رو دارن کتاب ها، حتی سری به کتاب خانه که چی حتی از جلو روی کتاب فروشی و بور از اونا نیفتاده باشه، و امیدوارم و مطمئنم که انشالله در آینده نچندان دور اکثر جوانای ما از اوقات فراغت خود استفاده بکنن، حتی در سایر کشورها خیلی کمتر در کشور ما دیده میشه، در جاهای خیلی شلوغ در صفهای طولانی یک کتاب همراه خود دارن و کوشش میکنن همون وقت خود رو به مطالعه سپری بکنن. دقیقا درست. فکر میکنید چقدر در شهر ما، در کشور ما این فرهنگ، آیا شما تا به حال مشاهده کردین چنین چیزی یا خیر؟ متاسفانه که این چیز را من شهر ما و شما هم زندگی میکنیم، بینندگان ما هم که از هرات هستن یا از افغانستان هستن این قضیه را شاهد هستن که کتاب خیلی غریب است، کتاب از زندگی مردم دور است و در واقع کتاب دور نیست، خوشبختی از زندگی مردم ما دور است. بنابراین بسیار کم است و جای تأسف است. ما مردم معلم مطالعه نیستند و مصیبت هایی هم که ما فعلا در جامعه اسلامی بخصوص در جامعه افغانستان داریم، از جمله فقر، از جمله بی‌نظمی های اجتماعی، از جمله نارواداری های اخلاقی،
اینا همه علتش از عدم مطالعه و عدم خواندن و دوری از کتاب است. عرض کردم ملتی که معجزه دینشان، معجزه دینه که کتاب باشه و اولین کلام و کتاب اقرا باشه، خواندن باشه و اقدر از علم و دانش و دانایی دور باشه، نتیجه شدیمی است که ما فعلا 60 سال است که ما روان هسته و این بدبختیار مرتب میبینیم و تکرار میکنیم. قبل از او هم بوده متاسفانه تا حدودی و بعد از او هم اگر ما به این شکل باشه متاسفانه به این روان هسته متاسفانه. بله و انشاءالله که دیگه شاید چنین مواردی نباشیم. جناب مؤمنی صاحب گرامی، بحث‌های خیلی زیادی در ارتباط مطالعه و در ارتباط به کتابخانه و یکی ایده از دوستا اکتفا میکنن به فایل‌های پی دی اف و میگن که در عصر تکنولوژی و میتونیم توسط موبایل ما مطالعه بکنیم. درسته امکان داره تا حدودی مطالعه از طریق موبایل و کامپیوتر اینا امکان پذیر باشه، آیا روش خوبی برای مطالعه هست یا خیر؟ اصلا من عرضم این است که این یک بهانه. بله. ما به هیچ عنوان از کشورهایی که کتاب زیاد میخوانند بیشتر به کتاب دیجیتال دسترسی نداریم. دقیقا. غربی هایی که مختره همی گپ هستند، اروپایی هایی که مختره دنیا دیجیتال هستند و کتاب دیجیتالی هستند و کتاب شنیداری هستند، کتاب صوتی هستند و کتاب که داخل فضای مجازی هست هستند. بله. اونا به مراتب از ما بیشتر کتاب میخوانن، کتاب هارد، کتاب کاغذی میخوانن و بیشتر در اون کشورها کتاب چاپ میشه و کتاب دسترس اون قرار میگیره. حتی شما خبرها رو دوستا همه بینندگان و شنوندگان میبینن و میشنون از خبرهای روزانه دنیا، یک کتابی که از یک مؤلف مشهور چاپ میشه به یک چاپ 1,000,000 جلد به فروش میرسه. حتی شب قبل از اینکه روز اعلان بشه فلان کتاب تبزی میشه، شب قبل میان به صف کتاب فروشی به صف میخوابن خوب بشن تا اولین یاد از جمله اولین ها باشن که بتونن کتاب به دست بیارن و مطالعه کنن. و حتی شبها شب رو بیان یا روز تا شب به صف طولانی میستن که کتاب رو بگیرن به خاطر که چاپش تمام نشه که اینا به کتاب برسن. به عنوان مثال مرز میکنم، وقتی کتاب اوباما چاپ شد من از خبرها شنیدم که 1,000,000,000 جلد از او به یک چاپ به فروش رسیده. خب ما متاسفانه چنین حالت در جهان اسلام، در هیچ جای جهان اسلام نداریم که یک کتاب مردم با این علاقه به صف استاد شد، حتی شب که هیچ روز حتی دنبال کتاب. حتی کتاب ما فعلا تیم های مختلف سیار از کتاب فروشی از انتشارات مؤمنین ما تشکیل دادیم. تیم های سیار خانه به خانه، دکان به دکان ما کتاب روان میکنیم. متاسفانه کتاب فروش ما با بی حرمتی از ده مغازه خواهد تو دور میکنن که این جای درد و تاسفه که ما گلمت و جامعه فرنگی و جامعه اسلامی خو که اخلاق انسان اسلامی حکم میکنه که یک انسان فرنگی که نور رو به طرف شما میاره، رحمت رو به طرف شما میاره، برکت رو به طرف شما میاره، تفسیر شریف و قرآن کریم سمت شما میاره، شما باید با آغوش باز بپذیرید و از او استقبال کنید. ولی متاسفانه استقبال نمیشه. ای که با چی جو که بیان خود را زحمت بکشن تا کتاب فروشی بیان که ما گلمند. متاسفانه شما از خیلی از این بزرگان و اهل کسب و اهل تجارت و اهل فهم و حتی اهل مطالعه که بپرسان کنیم، بخصوص بازاری هایی که میلیون ها پول توابالا و خرید و فروش دارن، مال ها و تجارت میکنن، شما بپرسن وجدانن به طول یک سال چند بار به کتاب فروشی سر بزنن؟ کتابی که ضامن دنیا و آخرت از اینا هست، کتابی که امنیت و امنیت شغلی، امنیت اخلاقی جامعه از اینا رو تأمین میکنه و بتونن آرام زندگی کنن، به اون کتاب فروشی چند بار سر میزنن و چی کتابی تهیه میکنن؟ این جای تاسف است متاسفانه. نه که متاسفانه که ما نداریم اون چوالت و مردم ما خیلی از این لحاظ عقبن. بنابراین ما در دنیای دیجیتال به هیچ عنوان، هر کسی که به این بهانه میکنه خودش میفهمه که یک بهانه است، یک دروغ است. امکان نداره که بتونه دنیای دیجیتال جای کتاب رو بگیره و کاملا بتونه مشکل حل کنه. شاید یک نفر در دیگه جای دنیا و اگه کتاب بسیار مهمه که کمیاب باشه مجبورش از صفحه موبایل یا از صفحه کمپیوتر خود مطالعه کنه.
تا مجبور نباشه. لازم طبی خیلی ضرر داره. هر دوستی که کتاب از طریق صفحه موبایل یا صفحه کامپیوتر مطالعه کرده، خود هم افراد میفهمن که چقدر لازم بینایی بدون نقص رسیده و لازم عصبی بدون چقدر نقص رسیده و لازم علمی تمام مجامع علمی میگن این حرفه که همین نوری که از صفحه موبایل و از صفحه کامپیوتر متصاعد میشه به طرف از چهره طرف، پوستر چروک میکنه، چهره پیر میکنه، نفر زودتر حتی به مریضی جلدی دچار میشه. بنابراین هیچ چیز جا کتابر نمیگیره. خواهش من دوستا و از همشهری ها و از برادر این است که از تمام جامعه انسانی و اسلامی و این است که اونا دنیای دیجیتال را بهانه نیارن به خاطر عدم خواندن. ما حاضر هستیم که این کتابی که اونا علاقمندن ما بسیار با قیمت ناچیز، حتی به امانت ما حاضرم بدیم که کتاب بیارن برن مطالعه کنن. ما چندین طرح دادیم به طریق همین کتاب فروشی کوچکی که ما در ایران داریم. انتشارات مؤمنی یک خدمتگزاری به جامعه انسانی و اسلامی هرات و افغانستان. ما چندین طرح پیشنهاد کردیم، حتی ما به دوستان گلمند هستم به عنوان یک فرهنگی، ما گفتیم برادر شما بیم 100 افغانی کتاب ضرورت مورد نظر خور از بین کتاب فروش ما انتخاب کنه، به هر کتاب انتخاب میکنیم به ازای هر 100 روپیه که شما کتاب بخرید. ما حاضرین با شما کارت قرعه کشی بدیم که نفر اولش 1 لگ افغانی جایزه بگیره، نفر دومش 50,000 بگیره. ما تا 5 نفر 2 لگ افغانی جایزه در نظر گرفتیم. بعض شرکت ها و دوستای دیگه موتور سایکل، موبایل، لپتاپ، پانتون های خصوصی، مثلا پانتون هریوا ما وعده کرده، پانتون هریوا یک از پانتون خوبه رد ما شما رو ما وعده کرده که ما دکتر سه ولیزاری اسپانتون با او ملاقات داشتم، گفت ما حاضرین به این پروسی فرنگی شما چندین بورسیه بدیم، بورسیه های حتی کامل، بورسیه های سمستری. بعض از مکاتب وعده کردن که بورسیه مکاتب بدن، موبایل فروش ها بعض علاقمندن که موبایل، یعنی اینا تشویق هایی برای کتاب خواندن. ولی متاسفانه که همین پروسه هم قابل توجه قرار نگرفته. دوستات حاضر نیان به خاطر که ما پول هم تو بدیم بیان بخون کتاب بگیرن وارد همین سیستم بشن و ما اینا قرعه کشی رو برنده بشن جایزه بگیرن. و دیگه ما مثلا طرح دادیم گفتیم هر کس میخواد یک کتاب ببره، ما حاضر از یک کتاب فروشی در حالی که الله از اقتصادی به ضرر ما هست، ما حاضریم که مثلا نفر بیه سال 1000 افغانی حق خدمات بده که بیه هر چه کتاب میخواد انتشارات مؤمنی ببره مطالعه کنه تا آخر سال به مدت 1 سال به ماه تقریبا 80 روپیه بشه. شما ماه 10 تا کتاب بخونید به اون قیمت به سال 1000 شما حق اشتراک بدن میتونن بیان کتاب ببرن. ما کتاب کرایه در نظر گرفتیم که حتی بسیار شب تا 5 افغانی ما تو گفتیم شب کرایه بدن بیان کتاب ببرن مطالعه کنن. متاسفانه که عوامل مختلف داره، به جوان ها حق میدم که ناراحت باشن و از مطالعه دلزده باشن. شرایط افغانستان متاسفانه شرایط حادیه و همین تغییر حالت هایی که هست لحاظ تحصیلی یا لحاظ علمی دو مردم حق دارن تا حدودی، ولی راه حل نیست که نفر از کتاب از مطالعه دور باشه. باید دوستا اگر میخواین همه این مشکلات حل بشه، از جمله تا مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی، فقط چاره این است که به کتاب رو بیارن. دقیقاً. سپاسگزاریم از حضور شما جناب مؤمنی صاحب. اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه میخوایم عنوان آخرین سوال از شما داشته باشیم. حرفا گفته شد الحمدلله تا حدودی چیزی که لازم بود من عرض کردم، شما هم فرمودین. من پیشنهادم این است به دوستان که این زمستان حداقل با کتاب سپری کنن. کتاب فروش های هرات تماما مخلصانه به خدمت مردم و فرهنگ جامعه هستند. ما هم به عنوان عضو کوچک از این خانواده در خدمت مردم خود هستیم. امیدوارم که دوستان با کتاب فروش ها در این شرایط حاد فرهنگی فراموش نکنن و به کتاب و کتاب فروشی رو بیارن، به کتابخانه ها رو بیارن، مطالعه کنن. به یک چیزی که به من خیلی دردآور است، به کتابخانه عامه رفت آمد دارم گاهی وقت میرم. کتابخانه عامه ما و شما از جمله بهترین کتابخانه های به حوزه غرب کشور هم تو و مرکز هم ما کم داریم مثل کتابخانه عامه هرات. مراجعین کتابخانه عامه هرات از تعداد کارمندانش کمتر است. این یک مصیبت بسیار بزرگ است. این خیلی جای درد است. یک شهری که حداقل 500,000 دانش آموز و دانشجو داره و 4-5 میلیون جمعیت داره، تعداد کتابخانه‌های کتابخانه عامه، مراجعین کتابخانه عامه به تعداد بعضی وقتا به تعداد انگشتان یک دست است. این جای بسیار تأسف است. به پیشنهاد میکنم دوستان به کتاب و کتاب خواندن، به کتابخانه عامه و کتاب فروشی سر بزنن و خود و آینده خود بیمه کنن با کتاب.
دقیقاً. سپاسگزاریم از شما و صحبت های بسیار خوب شما و انشالله که دوستان و عزیزانی که این هر پایین صحبت ها شنیدن جمعه عمل بپوشند و اگر تا به امروز علاقه ای نبود و یا هم کدام انگیزه ای برای کتابخانی نبود، انشالله که از این به بعد علاقه و اشتیاق خدا نسبت به کتابخانی افزایش بده. سپاسگزاریم از شما و تشکر از توجه شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.